سلام با استدیوی آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم ماه سنبله سال 1398 است. جکفر احمدی هستم. امروز هشتمین روز دور نهم گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان در قطر است. برخلاف انتظار این دور گفتگوها طولانی تر شد و روشن نیست چی وقت به پایان میرسد. انتظار می رود خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از پایان یافتن گفتگوهایش با طالبان برای شریک ساختن جزئیات آن با حکومت افغانستان وارد کابل شود. همزمان با ادامه گفتگوهای ایالات متحده و طالبان در قطر جنرال جوزف دانفورد می گوید هنوز بسیار زود است که در مورد آینده ای نیروهای مبارزه علیه تروریزم امریکا در افغانستان سخن گفته شود رئیس کمیته مشترک لویدرستیزان امریکا چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پنتاگون روی این نکته تاکید کرد. وضعیت عملیاتی به دنبال گفتگوها به گونه آشکار دگرگون خواهد شد. اما فکر می کنم ما باید ارزیابی هایی را انجام دهیم. سپس من به وزیر دفاع سفارش خواهم کرد و ما با رئیس جمهور امریکا گفتگوی خواهیم داشت. جنرال دانفورد افزود پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان طالبان باید اطمینان بدهند که این کشور دوباره بلانه افراطی ها مبدل نخواهد شد دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر روی این نکته متمرکز گفته شده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در بدل تضمین طالبان که افغانستان دیگر مکان امن برای گروه های تروریستی جهانی نباشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیرا اعلام کرد که شمار سربازان کشورش را به 13000 تن در افغانستان کاهش داده است خدمات تلفون های همراه در بخش های از ایالت جمو کشمیر امروز از سر گرفته شد. تعلیق خدمات تلفن و وضع معدودیت بالای گشت و گذار بخشی از اقدامات حکومت برای جلوگیری از ادامه نارامی ها در کشمیر خوانده شده. در شهر سرینگر مرکز ایالت جمع و کشمیر هند تدابیر شدید امنیتی همچنان پابرجاست. به دنبال برداشته شدن وضعیت خاص کشمیر هند در 5 آگست دکانها بسته شدن و گشت و گذار مردم در جاده ها هم محدود شد وضعیتی که مردم از آن بیزار شدند اما اقدام پنجشنبه حکومت برای از سر گرفته شدن خدمات تلفن همراه در بخش های از جمع و کشمیر خبر خوش برای مردم است اینجا در منطقه راجوری دکانها باز شدند کاروبار تمام کاروبار ما رای موبایل متکی بوده است زمانی که میوه و ترکاری از هر جا می خریم از موبایل استفاده می کنیم به با گفته دوکانداران توقف عرضه خدمات تلفون دوکانداری را تقریبا ناممکن ساخته بود این خدمات پس از آن متوقف شد که حکومت هند ماده 370 قانون اساسی را لغو کرد و وضعیت خاص کشمیر را برداشت این اقدام با واکنش تند پاکستان رقیب دیرینه هند به همراه شد در میان روابط تیره دو همسایه صاحب سلاح هسته‌ای اردو پاکستان امروز یک راکت بالستیک زمین به زمین را به گونه آزمایشی پرتاب کرد با گفته اردو راکت غزنوی توانایی حمل چند کلاهک هسته‌ای را دارد نیروهای جدایی طلب شورای انتقالی جنوب یمن شهر عدن این کشور را تصرف کردند. آنها حدود سه هفته پیش نیز کنترل این شهر را در دست گرفته بودند. این نیروها پس از آن که نیروهای حکومتی یمن چهارشنبه منطقه را به گونه مختصر تصرف کردند دوباره به بازپسگیری عدن موفق شدند. کاروان نیروهای جدایی طلب شورای انتقالی جنوب یمن در طول شب در حال رسیدن به شهر بندری عدن دیده شدند. یک روز پیش حکومت به رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی ادعا کرد که عدن را از جدایی طلبان تصرف کرده. نیروهای حکومتی میگویند که به سوی ولایت ابیان عقب نشینی کردند. جنگ میان نیروهای طرفدار هادی و شورشیان حسی در سال 2015 آغاز شد. حوسی ها سنا پایتخت یمن را تصرف کردند هادی که از سوی جامعه جهانی با عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده پایتخت موقت را در عدن ایجاد کرد در جریان جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 70 هزار تن کشته و حدود سه میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند شورای انتقالی جنوب یمن در سال 2007 تأسیس شد از دو سال به این سو فعالیت های مسلحانه را آغاز کرده و هدفش ایجاد کشور زیر نام یمن جنوبی است. هفتاد سال پیش از امروز اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین آزمایش هستهی خود را انجام داده بود. این آزمایش در 29 ماه آگست سال 1949 در قزاقستان صورت گرفته بود. باشنده های ساکن در اطراف محل آزمایش هستهی هنوز تاثیرات آن را احساس می کنند. اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین آزمایش هستهی خود را در منطقه سیمی پلاتنسک قزاقستان انجام داد. درست چهار سال پس از کاربرد اسلحه هسته ای امریکا بر ژاپن ایالات متحده از این آزمایش پنهانی شوروی آگاه شد هری ترومن سی, و سی و رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که رقیب اصلی کشورش به قدرت اتمی مبدل شده پیش از این غرب فکر میکرد که اتحاد شوروی سابق برای سالها قادر نبود اسلحه هسته ای بسازد منطقه کورچاتوف قزاقستان مرکز اصلی آزمایش های هسته شوروی بود اتحاد شوروی سابق پس از نخستین آزمایشش 456 آزمایش هسته دیگر را در اینجا انجام داد. سپس شوروی این مرکز را در 29 اگست سال 1991 بست. اثرات ناگوار آزمایش های هسته ای هم در این منطقه احساس می شود. و بیایید برویم به یک منطقه شهر کراچی که به تجمعگاه پسران ربخان مبدل شده. این پسران دلبسته موسیقی و آوازخانی با وصف خشونت ها در این منطقه جرأت کردند آواز بخوانند و پیام تغییر ازهان مردم را برسانند منطقه فقیر نشین لیاری شهر کراچی گروهی از پسران ربخان از اینجا سربلند کردند میکوشند با آوازخانی بر درد و رنج مردم مرهم بگذارند دیوارهای داغدار شده در نتیجه اصابت گلوله های جنگ اما وضعیت امنیتی این منطقه بهتر شده است ما می خواهیم که دلوقت از مردم را از طریق موسیقی و شعر تغییر بدهیم. در منطقه لیاری اکثرا بلوچ ها زندگی میکنند. بر اساس آمار سال گذشته جمعیت این منطقه بیش از 660 هزار تن است. تشکر که استادیوی آزادی را تماشا کردید. این خبرها 24 ساعت در صفحه انترنت و فیسبوک ما قابل تماشا است. خدا نگهدار.